بسم الله الرحمن الرحیم در درس چل نهم تجوید قرار داریم در این درس ما می خواهیم که بیان تفخیم حرف را را بکنیم که در یک کلمه است در این حالت در این حالت شش حالات وجود داره و ما در درس قبلی بیان تفخیم حرف را را در وقف کردیم حالا ما در کلمه می بینیم که در اول کلمه یا ما کلمه یا وسط کلمه یا آخر کلمه چی رقم حرف را تفخیم میشه شش حالات وجود داره فرمول اولی را که ما و شما قبلا خوانده بودیم گفتیم در صورت که حرف را فتحه داشته باشه و دمه داشته باشه یا حرکت داشته باشه حرکت فتحه و دمه داشته باشه او ما قبلا گفتیم که پر حجم می خانیم. در مثال ها سلکه رنگ امو حرف را را ما آبی ساختیم که شما متوجه شوین رب بکم میبینین که رب بکم نمیخوانم رب بکم فراش الرحمن الرحیم رزقنا و اما الذین می میبینین کفرو پر خونده میشه حالت دوم در صورتی که حرف را ساکن باشه در حالت اول ما گفتیم که خود را حرکت داشته باشه یا فتحه داشته باشه یا دمه و ما گفته بودیم که در درس های گذشته گفتیم که حرف را اگر کسره داشته باشه او را ما نرم میخوانیم اما ما او باز پسان آل ما تنها سر, سر پرهاجم خواندنش گفت میزنیم ما در قبلا گفتیم که حرف را اگر فتحه داشته باشه یا دمه داشته باشه حرکت داشته باشه ما ایره پر میخوانیم که امی شرط اول بود شروط پایینه که ما بر شما میگم این حالات است که را دیگه حرکت خودش نداره ساکن است در ساکن کدام حالات میشه من یک اندازه تستر برتان شرح میکنم که ممکن این وقت زیاد بگیره که همون خودم میخواییم که قبل از ده دقیقه ایره ختم کنیم در صورتی که حرف را ساکن باشه ما حرف ما قبل را را میبینیم که ما قبل چیست ما قبل اگر فتحه داشت یا دمه داشت

في الأرض ألف فتحة والراء سكون راء برخندة أربعين ليلة أه دا أه ببينين رو سكون قبل زو ألف أه فتحة ضرة والفرقان والفرقان أه راء و قبل از را حرف ف آمده و حرف ف دمه داره این شرط دوم یا حالت دوم در حالت سیم در صورت که حرف را ساکن باشه و ما گفتیم که ما قبلش می میکنیم ما قبلش هم اگر ساکن بود ما یک دیگه ما قبل دی... قبلش سعی میکنیم ما در اون حالت میبینیم که باز اگر فتحه داشت یا دمه دا داشت باز, باز او پرخونده میشه مثلا والعصر والفجر والليالي عشر والشفع والوطر اي را در اخر سكون ما وقبل ذو حروف ما ك سكون وقبل ذو حروف ما ك حركات دارن هنا كنترول ميكنا را در اخر ده حالة چارم حالة است كي را ساکن ما قبلش حرف

إلى النور نميقم إلى النور وقنا عذاب النار إلى خدى نماز بايد صحيح تلفز كنين ده حالة بانجام ده صورة حرف را ساكن باشا وما قبلش حمزة الوصل بيه ده حالة ما إذا إيه پر ميخانيم مثلا إرجعي إلى ربك إرجعي إلى ربك ام ارطابو ارطابو میبینین که الف 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 که ما تلفظ میکنیم در خط امو حمزت الوصل است بعد از او رای ساکن آمده که پر تلفظ میشه گرچه ما الف با کسره میخوانیم اما بازم ای چون امضات الوصل است بعض علما ما قبلا گفتیم که الف و همزه را یک چیز میگن در حروف عربی و مثال اخرش سی کنین الرحمن الرحمن مادر حروف الا شمسی و لام قمری گفته بودیم که در الرحمن لام نوشت میشه اما تلفظ نمیشه همزه الوصل که در الف الرحمن است امرای روی سکون مشدد را یکجا میشه که میشه الرحمن پرخونده میشه و حالت شش حالتی است که در صورتی که راه ساکن باشه حرف ما بعدش مستعلیه باشه یعنی حروف که پر هفت, هفت حروف پر به در تمام از چهار حالات بالا که ما شما بر شما شرح کردیم رای ساکنه در نظر گرفتیم ما قبل اما در این آخرینش ما رای ساکنه در نظر میگیریم اما حرف ما بعد سعی میکنیم هرگاه حرف ما بعد مستعلیه باشه در صورت را کنترل میشه توسط حرف مستعلیه یعنی حروف که پر است که هفت حروف بود که یادتان مانده باشه مثلا سعی کنین این جهنم کانت مرصاد را آمده میم هر نظر به قانون اول میم کسره داره بعد از او را آمده باید این نرم تلفظ شود اما چون کنترل میشه به توسط حرف صاد که حرف صاد از جمله حروف مستعلی است از او خاطر را پرخونده میشه و در فرقه فرقه نمیخونیمش فرقه میخوانیم پر میخوانیم به خاطر چرا به خاطر از, از ای که حرف را بعد از حرف را قاف آمده قاف از جمله حروف مستعلی است امید است که این درس فهمیده باشین این تمرین های زیر باز ما پسان بعدا میکنیم درس پینجا هم ما کوشش میکنیم که شروط ترقیق حرف را را بخوانیم بعد از او انشالله این از این درس ها خارج میشیم و میریم بالای مدود و مدود هم که یاد گرفتیم بعد از او انشالله ما کوشش میکنیم که آیت با آیت قرآن آیست آیست عم بنقرا المحاكم التجديد اللي بالاش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته